پس بهتره به جای دست به سینه نشستن یا پا روی پا قرار دادن و حالت گارد داشتن که خیلی اوقات زبان بدنش ممکنه مختص خودتون باشه، هر کسی زبان بدن بیشتر از 90% پیغامی که میخواید به طرف مقابل برسونید رو اتوماتیک خودش میرسونه. قبل از اینکه بخوام نکات زبان بدن رو بهتون بگم، میخوام یه نکته اصلی رو بهتون بگم که کمتر کسی بهتون میگه، یا شاید بهتر بگم اگر قرار زبان بدن بهتون یاد بدن اصلا این نکته رو شاید بهتون نگم. از اونجایی که زبان بدن شما به صورت اتوماتیک بدون اینکه خودتون روش تسلط داشته باشید اتفاق میفته، به این معنیه که از طرف ناخودآگاه و بخش ناخودآگاه و ناهوشیار ذهن شما مدیریت میشه و زبان بدنتون رقم میخوره. حالا این به چه معنیه؟ این به این معنیه که شما قبل از اینکه نکاتش رو بخواید یاد بگیرید و اجرایی کنید، لازمه که روی ذهنیتتون کار کنید تا به صورت اتوماتیک ذهنتون زبان بدنی کاریزما و با اعتماد به نفس رو خلق کنه. مثلا دیدید یکی از که اصلا نمیدونه زبان بدن چیه اما همه نکات و موارد لازم رو داره، اینطوری که اصلا نیاز نیست هر لحظه هوشیار باشه، خودش رو چک کنه ببینه که آیا زبان بدنم درسته یا نه. خودی ذهنش اتوماتیک وار این کار رو انجام میده. یه بخشیش به خاطر تمرین هایی که توی بحث زبان بدنی که یاد میگیرید ایجاد میشه این حالت اتوماتیک وار، اما اصل موضوع اینه که ذهنتون باید این کار رو انجام بده. یعنی من اگر ذهنم به این خود باوری و اعتماد به نفس رسیده باشه، خواه ناخواه زبان بدنی با اعتماد به نفس رو بهم ارائه میده و عمل و حرکات بدنم نشون از اعتماد به نفس و کاریزما بودنم هستش. پس دیگه احساس نمی کنم که دارم نقش بازی میکنم یا دارم این نکات رو یاد میگیرم برای اینکه یه سری نقش ها رو بتونم به خوبی اجرایی بکنم و احساس کنم این حرکات و این زبان بدن اصلا مال من نیست، فقط یاد گرفتم و تیتوار دارم انجامش میدم. و نکته اصلی، هر اون چیزی که از دل برایت بر دل نشینه، یعنی اون چیزی که از عمق وجودتون اجرا بشه، بر دل طرف مقابلتون هم میشینه، چه تو رابطه عاطفی چه تو ارتباطاتی که اصلا در کل شما دارید. حالا بریم که یه سری نکات رو بگیم که در کنار که روی رشد توسعه فردیتون کار میکنید، اعتماد به نفستون رو میارید بالا و کاریزما تر میشید از نظر ذهنیتی، حالا بتونید حرکات زبان بدنش رو هم بشناسید و تمرین کنید. نکته اولی که مهمترین قسمت زبان بدن هستش، نوع استایل و ایستادن شماست. شما به عنوان یک مرد هر چقدر توی حالت ایستادنتون یا در حالتی که قرار میگیرید فضای بیشتری رو اشغال بکنید، نشون دهنده یه اعتماد به نفس بیشتر شماست و زبان بدنی کاریزماست. اما نکته اصلی اینه که منظورم این نیست که کلن حالت بدی داشته باشید توی نشستنتون، منظورم اینه که حتی توی لحن صحبت کردنتون یا حتی طرز ایستادنتون شونه های بازی داشته باشید و از دستاتون مثلا استفاده بکنید. اینکه شما فضای بیشتری رو اشغال بکنید نباید از سر این باشه که حالت بدی نشستید یا حالت بدی ایستادید، بلکه باید از سر این باشه که کل ژست بدنتون حالت خمیدگی در هم رفتگی یا قوزمانند نداشته باشه که نشون دهنده اعتماد به نفس پایین و انرژی کم و حال بده، نشون دهنده در هم رفتگیه و این اصلا جذابیت نداره. حالا ممکنه خیلی اوقات این جمله رو شنیده باشید که اگر میخواید با اعتماد به نفس به نظر بیاد باید صاف بشینید، صاف بایستید. خب در لحظه حواستون رو جمع میکنین، یه سری میگه خب شونهاتون رو سری بدین عقب تا آدمی باشین که دیگه این حالت ها رو نداشته باشید، اما نه. من بهتون چه نکته ای رو میخوام بگم؟ میخوام بگم که شما نباید در لحظه بهش آگاه باشید، باید این مدل زندگیتون باشه، مدل خودتون باشه. چطور میتونین ایجاد کنین؟ فقط کافیه در طی روز 10 دقیقه 10 دقیقه برای خودتون وقت بذارید، 10 دقیقه حرکات یوگایی رو انجام بدید که باعث صاف ایستادن و صاف نشستنتون میشه، 10 دقیقه هم حرکات مدیتیشن که حرکت نداره خود مدیتیشن رو انجام بدید که هم در حالتی که قرار میگیرید حالت نشستنش حالت استاف هستش، هم اینکه به آرامش ذهنیتون کمک میکنه و اصلا در کل استرستون رو میاره پایین و به زبان بدن کاریزماتون کمک میکنه. پس 10 دقیقه یوگا، 10 دقیقه مدیتیشن فقط کافیه. چیکار بکنید؟ توی همین یوتیوب سرچ بکنید و حرکاتش رو استفاده بکنید، چه به انگلیسی چه به فارسی. زبان بدن بعدی میمیک صورت شماست. خیلی ها اصلا بذارید بهتون بگم کاریزما بودن یعنی چی؟ یعنی تأثیرگذار بودن. خیلی ها به اشتباه میگن که کسی با اعتماد به نفس و کاریزماست که خیلی آدم مغروریه، خیلی آدم خشکیه، انگار اصابورد داده است، یا مثلا خیلی رسمیه، خیلی ارتباط نمیگیره، خیلی لبخند نمیزنه. نه،
این که یه سری توی یه سری دهه ها اینطوری بود که افراد کاریزما آدمایی هستند که همش لبخند میزنن، خیلی خوب ارتباط میگیرن. آره این موارد هست، اما یه نکته جدید و اصلی بهش اضافه شده، نه اون مغرور بودن است، نه خیلی زیاد ارتباط گرفتن است، هیچ کدوم. افراد کاریزما افرادی هستند که تأثیر گذارن. چه زمانی شما تبدیل میشید به افراد تأثیر گذار؟ زمانی که اکت و رفتار شما به موقع و به جا باشه، متناسب با موقعیت. زمانی که افکار و احساساتتون رو بشناسید و بتونید به درستی مدیریتش کنید، حالا جایی که لازمه اتفاقا لبخندتون رو داشته باشید، جایی که لازمه شوخ طبعیتون رو داشته باشید و به نسبت موقعیتی که داره اتفاق میفته میمیک و حرکات صورت شما هم واکنش خودش رو نشون بده. یعنی آدم یخزده بسته رسمی خشکی نباشید، مغروری نباشید. این کاریزما بودن نیست، با اعتماد به نفس بودن نیست، اشتباه نگیرید اینا. یه آدمی نباشید که همش همه واکنش و احساساتش رو بروز میده، سریع ارتباط میگیره. خب این خیلی آدم کاریزما و تاثیرگذاریه. نه اینطور هم نیست. شما باید بتونید مدیریت داشته باشید، نه سرکوبی داشته باشید، نه اجازه بدید زیادت حد این اتفاق بیفته. چه زمانی میتونید به این موضوع برسید؟ چی کار رو سخت میکنه؟ اینکه تشخیص بدید این میزانش چقدره، موقعیتی که باید این میزان لبخند رو داشته باشید چه موقعیتیه، چه رمزی بهتون میتونه تو این مورد کمک بکنه. اینکه نگرانه قضاوت نباشید، احساساتتون رو بشناسید، به موقع واکنش نشون بدید و در حد متعادل باشید. از این ذهنیت کمالگرام لطفاً بیاید بیرون که من هیچ وقت نباید اشتباه بکنم. از کجا این میزان رو بفهمیم؟ شما این میزان رو بگو. نه، این میزان رو باید در بین جمعی که هستی، تو شرایطی که هستی مشخصش میکنه. اشکال نداره یکی دو بار ممکنه اشتباه انجامش بدی، یکی دو بار ممکنه متناسب با شرایط و موقعیت نباشه، اشکالی نداره. اصل اساسی رو یاد بگیر، حالا تو موقعیت های مختلف بسنج ببین که میزانش چقدره به نسبت آدم هایی که اطرافتن و شرایطی که وجود داره، و آزمون خطا به دستش بیار. زندگی کلش آزمون خطا است. زبان بدن همراه با گارد. گارد داشتن و مقاوم بودن نشون دهنده ضعف و ترس شماست. کسی که میخواد آدم تاثیرگذار و کاریزمایی باشه، کسی نیست که نمیترسه. کسیه که گارد و مقاومتش اتفاقا بسته نیست. چطوری؟ زمانی که یه آدم میترسه، حرکات و زبان بدنی مثل دست به سینه نشستن، گارد داشتن، پا روی پا انداختن و یک حالت جمع شدگی داره که میخواد به بقیه بگه که توی من نمیتونید نفوذ کنید، نباید شما در من نفوذ کنید، من گاردم بسته است، هیچکی نمیتونه منو بشناسه، هیچکی نمیتونه از من سر در بیاره، من آدم مرموزی هستم. در صورتی که آدم کاریزما اتفاقا اینطور نیست. آدم کاریزما کسیه که ترس‌هاش رو اوکی میشناسه، اما به واسطه اینکه میدونه روی احساساتش و افکارش میتونه مسلط باشه و مدیریت داشته باشه، هیچ مانعی برای این موضوع نمیبینه. پس مقاومت و گاردی رو نمیذاره و به راحتی ارتباط برقرار میکنه و این مورد رو توی زبان بدنش با توجه به زبان بدنی که الان دو سه موردش رو گفتم نشون نمیده. ببینید، معلومه برای اینکه زبان بدنهایی که برای افراد کاریزما نیست رو دارم بهتون میگم، دارم ذهنیتش رو هم براتون توضیح میدم که این ذهنیتش رو هم برای خودتون ایجاد بکنید. ببین، آدم کاریزما آدم شجاعیه. چه فرقی بین آدم شجاع و آدم ترسو هست؟ آدم شجاع نمیترسه. چرا؟ آدم شجاع هم میترسه، اما با وجود ترس‌هاشو میشناسه و بهشون مسلط و اقدام میکنه. پس ارتباطش رو بدون گارد و مقاومت برقرار میکنه، چون نگران این نیست که قرار دیگران بهش نفوذ کنن، ازش سوء استفاده کنن، روش تسلط پیدا بکنن. پس سعی نمیکنه مقاومت داشته باشه، همش خودش رو مرموز نشون بده و بگه هیچ کسی در من نمیتونه نفوذ پیدا بکنه. پس بهتره به جای دست به سینه نشستن یا پا روی پا قرار دادن و حالت گارد داشتن که خیلی اوقات زبان بدنش ممکنه مختص خودتون باشه، هر کسی یه رفتاری یا یه زبان بدن مختص به این موضوع داشته باشه و بعد برید فکر پس ذهنتون رو تغییر بدید و ذهنیتتون، بهتره که نشستن مقتدرانه و گوشوده رو انتخاب بکنید. مورد مهم بعدی حرکات استرسی و هیجانی. ببینید، هیجان اصلا چیز بدی نیست. نه تنها چیز بدی نیست،
اتفاقا هیجان چیزیه که به روابط شما رنگ میده و اتفاقا باعث تاثیرگذاری شما میشه. آدم ها نسبت به هیجانات شما که احساس پیدا میکنن و این احساساتشون ماندگار میشه و شما رو یک آدم تاثیرگذار میشناسن. حالا متاسفانه یه سری از اون ورم افتادن، هیجاناتشون اصلا مدیریت نمیکنن، چه هیجانات مثبت چه منفی، غرق این هیجانات هستن، واکنشی هستن و اصلا خیلی از رفتارشون بالغانه نیست، چه برسه به اینکه زبان و بدن کاریزماتیک داشته باشن. از اون طرف هم مثل اون مثال قبلی که چند دقیقه پیش زدم، خیلی خشک و سردن و مثل رباتن، از اون ور بوم افتادن و هیچ هیجانی رو نشون نمیدن و سرکوبش میکنن و یه جوری همون مقاومت رو دارن. این هم باز کاریزماتیک نیست. حالا نقطه اصلی که میتونید توی این موضوع ازش استفاده بکنید چیه؟ اجازه بدید هیجاناتتون وجود داشته باشن اما مدیریتش کنید. و نکته اصلی توی این مورد، حرکات استرسیتون رو بشناسید، تیک های استرسیتون رو بشناسید و مدیریتش کنید. نمیگم با سرکوبش بکنید. ببینید هر کسی ممکنه این حرکات مختص خودش رو داشته باشه. یکی پاهاشو تکون میده، یکی آدمیه که پوست لبشو میکنه، یکی آدمیه که ناخودآگاه ناخون میجوه، یکی آدمیه که اصلا سرشو خیلی میخارونه، دست به گوشش زیاد میزنه یا اصلا تو گوششو میخارونه، یا مثلا آدمیه که خیلی با اعضای صورتش ور میره، با پوستش خیلی ور میره. فرقی نمیکنه، حرکات مختص به خودتونه. حرکات استرسی و تیکوارتون رو بشناسید و سعی کنید مدیریتش کنید. چطور میتونید مدیریتش کنید؟ زمانی که میتونید فکر پس این رفتار رو هندل کنید و تغییر بدید و مدیریت کنید. چون اول ما یک فکر داریم، یک احساس ایجاد میشه بعدش و بعد رفتار و عکس رو داریم که توی زبان بدن اگر بتونید اون فکر رو تغییر بدید، احساستون تغییر میکنه، در نتیجه زبان بدنتون هم بهبود پیدا میکنه و خیلی عالی میشه. شاید خیلیاتون بگید که ما نمیتونیم خانم جعفری اینو مدیریت کنیم، مثلا دست خودمون نیست، حواسمون نیست. خیلی اینو تو جلسات کوچینگ و تراپی هم میگین. باید بهتون بگم که شما نمیدونید چطوری این کارو انجام بدید، یعنی یاد نگرفتید. اگر یاد بگیرید، مثل خیلی از افرادی که دانشجوی دورستان رو پسر خوب بودن، توی 10 روز 15 روز کاملا تونستن تمام این موارد رو رفع کنن و اتفاقا نه تنها این موارد رفع شده، تونستن خودشون رو تبدیل بکنن به اون فرد با اعتماد به نفس و کاریزمایی که دوست دارن. رعایت کردن حد فاصله. این رعایت کردن حد فاصله مستقیما برمیگرده به ایجاد احساس امنیت در طرف مقابلتون. اگر میخواید رفتار کاریزمایی داشته باشید و تاثیرگذار باشید، اولین چیزی که لازمه در طرف مقابلتون ایجاد بکنید احساس امنیتشه تا بتونه کنار شما راحت باشه، احساس امنیت بکنه. با این حد فاصله که رعایت میکنید، نه خیلی بهش نزدیک میشین که این احساس امنیت و حد و مرزهاش رو در واقع تحت تاثیر قرار بدین، نه اینکه خیلی ازش دور وای میسین که نشون دهنده اعتماد به نفس پایینتون باشه، نشون دهنده ترس هاتون باشه. پس یک حد فاصله مناسبی رو باهاش سعی می‌کنی رعایت بکنی. این حد فاصله در ارتباط با خانم متفاوته، در ارتباط با همکارتون متفاوته، در ارتباط با شرایط آدم‌های مختلف متفاوته که باید یادش بگیرید. در این نکته‌ای که گفتم بیشتر مربوط به قسمت اتیکت رفتاری هم میشه، علاوه بر حالا بحث زبان بدنی که میتونید توی ویدیو اتیکت رفتاری مردانه حتما خیلی از نکاتی که شبیه به این هست رو دریافت کنید و یاد بگیرید. اگر نکاتی که بهتون گفتم براتون جالب و کارآمد بود، حتما لایک کنید که من از لایک کردنتون انرژی میگیرم برای ساختن ویدیوهای بعدی. و اینکه اگر اتیکت رفتاری یا زبان بدنی رو ویدیوهاش رو دوست داشتید، حتما برامون کامنت کنید که ویدیوهای بعدی رو در رابطه با این موضوع ادامه بدیم و باز هم در موردش صحبت کنیم و بتونید ازشون استفاده کنید. اگر هم تازه با من آشنا شدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید که کلی ویدیوهای آموزشی مختص آقایون چه برای روابط عاطفی چه برای رشد و توسعه فردیشون دارید.